حضرت فاطمه معصوم سلام و للعی ها در تاریخ دهم ده ربی اصانی سال دویست و که هجری قمری در بیست و هش سالگی به شهادت رسیدند ایشان که علاوه بر فرزند و خواهر و امه امام معصوم بودند عالمه و محدثه بودند از شخصیت های مورد احترام شیعیان هستند و آرامگاه ایشان در شهر مقدس قوم سالانه پذیرای میلیون ها زائر است به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. حضرت فاطمه مسلوم سلام الله علیها 25 سال بعد از تولد امام رضا علیه السلام دیده به جهان گشود. در مورد روز تولد ایشان اختلاف وجود دارد. بنابر نقلی اول زلقعده سال 173 هجری روز میلاد حضرت فاطمه مسلوم سلام الله علیه است. پدر ایشان امام موسمن جعفر علیه السلام و مادرشان بانوی پرهیزگار به نام نجمه بود. مهمترین لقب فاطمه دختر امام کازم علیه السلام محسومه می باشد و از روایتی منتصب به امام رضا علیه السلام اخذ شده است که فرمودند من زهر به بقوم که من هرکس هر کس حضرت معصومه سلام الله علیه ها را در قم زیارت کند گویا مرا زیارت کرده است. حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از پدر در سال 179 تحت کفالت و سرپرستی برادرشان حضرت امام رضا علیه السلام قرار گرفتند و تا سال دویست هجری قمری یعنی یک سال تمام در کنار برادر بزرگوارشان به مقامات عالی و کمالات علمی و معنوی و اخلاقی دست یافتند برخی از مقامات ایشان عبارت است از مقام شفاعت در مقام و منزلت و جایگاه این بانوی بزرگوار نزد اهل بیت علیه السلام همین بس که امام صادق علیه السلام فرمودند آگاه باشید بهشت هشت درب دارد که سه درب آن به سوی قم است بانوی از فرزندان من در آنجا وفات می کند که نامش فاطمه دختر موسی است همه شیعیان ما به شفاعت او وارد بهشت می شوند همچنین مقام معنوی ایشان در مرحله است که در فقازی از زیارتنامه معروفشان که توسط امام رضا علیه السلام بیان شده است میخوانیم ای فاطمه مرا در بهشت شفاعت کن چرا که در پیشگاه خدا دارای جایگاه با عظمت هستی مقام علمی و حدیثی حضرت مسومه سلام الله علیها از لحاظ علمی و حدیثی همانند مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها عالمه و محدثه بودند و همان که حضرت زهرا سلام الله علیها با استدلالهای متین و استوار حقانیت ولایت حضرت علی علیه السلام را تبیین میکردند حضرت معصومه سلام الله علیها نیز چنین بودند همچنین در باب جایگاه علمی حضرت معصومه نقل شده است که روزی ای از شیعیان وارد مدینه شدند و پرسش هایی داشتند که میخواستند از محضر امام کازم علیه السلام بپرسند و ایشان در سفر بودند. از این رو فاطمه معصومه سلام الله علیها پاسخ آن پرسش ها را نوشتند و به آنان تسلیم نمودند. آنان از مدینه خارج شده و در بیرون شهر با امام کازم علیه السلام روبرو شدند. هنگامی که امام پرسش های آنان و پاسخ های حضرت مسلم سلام الله ها را مشاهده کردند، سه بار فرمودند، فداها ابوها، پدرش به فدایش باد. حضرت معصومه سلام الله علیها در سال دویست و یک هجری قمری به قصد دیدار برادر از مدینه به سوی خراسان حرکت کردند اما هنگامی که به ساوه رسیدند بیمار و بستگی شدند آن حضرت از وجود قوم و سکونت شیعیان در آن اطلاع داشتند به خادم مخصوص خود فرمودند مرا به قوم ببرید در رابطه با کیفیت شهادت آن حضرت نقلهای مختلفی ذکر شده اما آنچه که مسلم است دشمنان اهل بیت در غذای حضرت معصومه زهر ریختند و آن بانوی گرامی مسموم گشته و بستری شدند و طولی نکشید که در قوم به شهادت رسیدند. روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مطابق روایتی روز دهم ده ربیع الثانی سال 201 است و مطابق نقل دیگر روز دوازدهم روز وفات آن حضرت است لذا برخی از مؤمنین این سه روز یعنی دهم تا دوازدهم را به یاد آن حضرت گرامی می‌دارند